هر انسان با خود عادت دارد، ولی بهترین عادت در زندگی این عادت کتابخوانی است. سلام بینندگان عزیز، منظور شماست برنامه فروغ صبح دانایی از تلویزیون بهارستان. هم صحبت امروزه ما هستند سعادت بانو که تنها 12 سال دارند، ولی نوابسته از خورده خود در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی اشتراک کردند و کتاب و افسانه های زیاد مطالعه کردند. همین طرز سعادت، مرحمت خود را به بینندگان ما پراتر معرفی کنید. من سعادت ربه 16 می سال 2007 در دهه شنوکی جماعت دهات قراتاغ شهر ترسونزاده تولد شده ام. در دوره تحصیلات ابتدایی سال 2015 در آزمون من کتاب خانم که بخشیده به روز بین المللی کتاب برگزار گردید اشتراک نموده در بین خوانندگان صنف دوی شهر ترسونزاده جای یکم را اشغال نمودم. سال 2017 در فستیوال جمهوریوی هفته کتاب و کودکان و نورسان تاجیکستان اشتراک نموده سزاوار دیپلم کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر شدم. سال 2018-2019 تحصیل من در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ادامه یافت. در سال جاری در آزمون متمتیکای ذهنی که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید اشتراک نموده جای دویم را اشغال نمودم. در این آزمون نیز با افتخارنامه شعبه معارف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده قدردانی گردیدم. همزمان باشد در این آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک دارم. در نامینیسه سیوم یعنی خواندن و ایجاد کردن آثار ادبیات بچگانه. سلامت باشید. و شما در آزمون مذکور به داوران کدام کتاب ها کدام افسانه های خوانده خود را پیشنهاد کردید؟ من افسانه های خلق تاجیک را مطالعه نمودم که از 6 قسم عبارت بوده. در هر یک قسم قریب 15 تای افسانه موجود است. من بسیاری آنها را مطالعه نمودم، قریب 60 تاش را. باز روایت های خلق تاجیک نیز خواندم که از همه دوست داشتم باشد چیل دختران خطلانی می باشد. در این روایت آمده است که اجنبیان غارتگر به خطلان زمین هجوم می آورند، اما مردمی با ننگ و ناموس خطلان مبارزه می برند. حتی دختران خوشلیقای طاووس خیرام این سرزمین نیز به مبارزه برخواستند، اما در آخر دیگر به مدید دشمن توب آورده نتوانسته به طرف کوه ها پناه میبرند. اجنبیان غارتگر باشد، مقصدشون زنده دستگیر کردن دختران بود. برای همین هم آنها از پس دختران میدویدند. دختران دیدند که از دست این گرگان گرسنه حمایت کرده نمیتوانند. بنابراین به خداوند بزرگ رو آورده دعا کردند و گفتند که ما رو به این دیو سیرتان رو بروی نسازد. خداوند بزرگ دعای هر یکیشان را اجرا کرد. با امر این باشد هر یک دختران هر یکی در جای استاده اش به سنگ تبدیل یافتند. یعنی در ناحیه مومین آباد ولایت خطلان تا به حال کوههایی هستند که آنها را چی دختران مینامند. همین طور سلامت باشید. عموما میگفتید که شماره کتاب های خوانده شما تا به چند تا میرسد؟ من زیاده از 70 افسانه و 50 روایت خوانده ام. افسانه دوست داشته ام باشد نفس زهر میباشد که در آن سه دوستان میباشد و از قچاقی مجبور میشوند که به یافتن ثروت عزمی سفر کنند. برای همین هم آنها بسیار سفرها میکردند. یک روز باشد مانده شده در سایه قفس چنار دم گرفتنی می شوند. در سوراخی درخت یک خون تیلا می یابند و مصلحت می کنند که الحال یک نفرشان رفته از بازار خوردنی بیارند. بعد با شکم سیر و خاطر جمع تیلاها را به سه تقسیم کنند. یک نفر آنها که جوان بود به بازار رفته خوردنی می خرد و در همان جا به سرش فکر می زند و خود به خود می گوید اگر من حاضر زهر بخرم و این خوردنی ها را زهرآلود کنم اون دو نفر می میرند. یک خون تیلای سرخ باشد به با یک خودی من می مانند و همین طور کرد. اون دو نفر دیگر باشد بین خود دیگر خیلی مصلحت کردند.
онҳо гуфтанд ки се тақсим кардани тилло чӣ лозим, то метавонем ба ду тақсим мекунем. Вақте ки ҳамсафарашон меояд, онҳо ӯро сарашро ҷудо мекунанд ва ба як хандақ мепардоянд. Ба сари дастархон нишаста, ҳанӯз ду се луқма нахӯрда мемиранд. Як хум тиллои сурх дар сояи дарахт бесоҳиб мемонанд. Мақсади ин афсона ҳамин аст ки, чунон ки гуфтанд, нафси бад балои ҷон. Бояд нафси бад ва чашм гуруснагӣ намекарданд. Агар ба се тақсим мекарданд он тиллоро, фоидаи зиёдтар медиданд. Ҳамчунин яке аз хислатҳои бад дар ин афсона оварда шудааст ки онҳо ба дӯстони якдигар хиёнат карданд. Ҳамин тавр хиёнат низ ин хислати хеле бад аст. Ман мехоҳам ки боз як ривояти дӯстдоштаи худро ба шумо нақл кунам. Ин ривоят аст дар бораи сада, ки яке аз ҷашнҳои маълум мебошад. Ривоят мекунанд ки ба ин ҷашн хушанг асос гузошта аз хушанг яке аз шоҳони давраҳои қадим мебошад. Мегӯянд ки ӯ бо одамони худ ба шикор меравад ва дар ҳамон ҷо бошад, санге морро мебинад ва сангро гирифта ба мор заданӣ мешавад. Аммо он санг ба дигар санг расида, аз он оташ пайдо мешавад. Минбаъд одамон дар ҳамин рӯз оташ афрӯхта. Сада яке аз ҷашнҳои бостонӣ мебошад ки рӯзи даҳуми моҳи 11-уми баҳман фаро мерасад. Азбаски аз сада то наврӯз 50 рӯз мавҷуд аст, ин ҷашнро сада номидаанд, зеро ниёгони мо шабу рӯзро алоҳида ҳисоб мекарданд. Саломат бошед. Ва шумо инчунин гуфтед ки ҳамчунин ба хондани шеърҳо низ майли зиёд доред, ҳамин тавр? Бале. Китобчаҳои шеърӣ низ хондед? Ман бисёр китобчаҳои шеърӣ хондаам ва айни замон метавонам як шеърро ба шумо қироат кунам. Марҳамат. Пояи дарди миллат ин дилу ҷони ман аст. Фикру зикри зиндагиям тоҷикистони ман аст. Тоҷикам дар арсаи байналмилал обод шуд. Ин лаёқатмандиву шаъну шараф хони ман аст. Бо табиат ӯ ба дуньё якаву ягона аст. Рангу бӯи ин гулистон дар сабаддони ман аст. Саодат бону, мегуфтед ки шумо дар як рӯз чанд маротиба китобро мутолиа мекунед? Дар як рӯз ду маротиба, то метавонам 3-4 маротиба китоб мутолиа мекунам. Шумо бештар вақти саҳар китоб мехонед ва ё ки шомгоҳӣ? Ман бисёртар кӯшиш мекунам шомгоҳӣ китоб хонам, зеро ки дар он вақт холӣ мешавам ҳамеша. Корҳоро кар мекунам ва шомгоҳҳо бошад холӣ мешавам ва ба мутолиаи китоб машғул мешавам. Аввалин китоби худро дар чанд солагӣ мутолиа кардед? Аввалин китоби худро дар синфи яки мутолиа кардам, дар синфи дуи бошад, аллакай дар озмунҳо иштирок намудаам. Саломат бошед. Ҳамчунин дар қатори афсонаҳои дӯстдоштаи шумо кадом афсонаҳо дохил мешаванд? Боз афсонаи Кулёхаку Баргак бисёр дӯст медорам ва афсонаи Давлат чист? Давлат чист, чӣ гуна афсона аст? Метавонед онро ба бинандагон нақл кунед? Як марди бой буд набуд, як марди бой буд. Вай хеле ба давлат буд. Як рӯз дар бораи ин хонадон дар байни ду ҳамсоя суҳбат меравад. Ҳамсоя, чаро мо ҳам мисли ҳамин ҳамсоямон кӯшиш мекунем, ғайрат мекунем, заҳмат мекашем, ҳамеша дар тарадуд ҳастем. Аммо сабаб чӣ бошад ки вай ба давлат асту мо не? Инро аз худи давлат пурсидан лозим, мегӯяд ҳамсоя. Ҳамсояҳо давлатро ба назди худ хонданд ва пурсиданд: чаро ту ба ин ҳамсоямон ёр ҳастию ба мо не? Давлат мегӯяд: шумо инро донистан мехоҳед? Ҳа, мехоҳем, мегӯянд ҳамсояҳо. Набошад ман аз хонаи ин мард рафтанӣ мешавам, бинед ки чӣ ҳодиса рӯй медиҳад. Пас он давлат рафта ба бой мегӯяд ки хонадони ӯро тарк карданӣ аст. Бой бо ҳар се писараш алоҳида маслиҳат карданӣ мешавад. Писари калонияшро ҷеғ зада мегӯяд: писарам, давлат аз хонаи мо рафтанист, ту ба ин чӣ мегӯӣ? Давлат равад раваду иттифоқ наравад, ба мо иттифоқӣ лозим аст.
بعد پدر پسر خردی رو تکلیف میکند. پسر خردی نیز گپی پسر کلونی رو تکرار میکند. بعد پدر پسر خردی رو جیغ زده میپرسد. دولت از خونه ما میروم میگوید. تو به این چی میگویی؟ پسر خردی جواب میدهد. دولت رود رفتن گیرد. رود و لیکن اتفاقی نرود. اگر ما اتفاق زندگی کنیم دولت هیچ کجا نمیرود. بعد پدر رفتم جواب پسرانش را به دولت میگوید. دولت جواب میدهد. جای من آنجاست که اتفاقی باشد. همسایه ها این را شنیده میگویند. دولت این اتفاقی نرم دیلی و یک جایگی بوده است. من توصیه ها میدهم که همیشه در وقتای خالیگی به خوندن کتاب مشغول شوند. زیرا که کتاب این دوست بهترین است. اگر شما کتاب خونید به همه کلیدها سزاوار می شوید. به کلید دانش سزاوار می شوید. اگر دانش داشته باشید به همه نیتهایتان رسیده می توانید. سلامت باشید. من به شما احسان میگویم زیرا که به خوردی خود نگاه نکرده شمارای زیادی کتاب ها رو خونده اید. این چونین تشکر برای اون که در برنامه امروزه ما اشتراک کردید. و میونی همه اون دولت هایی که عین زمان ما قید کردیم یکی از دولت های دیگر این داشتن کتاب است. اگر انسان در خانه خود کتاب داشته باشد پس این خانه با برکت می شود و بعضی این اویله دانش می آورد. دانش باشد یکی از نعمت های بی‌بها در زندگی انسان است. اینجا برنامه امروزه ما به اتمام می رسد. خیر تا برنامه های آینده همیشه در پی جستجوی دانش باشید.